تو زمستون 66 کجا بودی؟ چی گفتی؟ ببخشید نمیدونستم خوابی. بخواب فردا با هم حرف میزنیم. تو رو خدا نرو پشت کامپیوتر. یه ذره اینجا بشین. خب حرف بزن دیگه. چی میخواستی بگی؟ پرسیدم زمستون 66 کجا بودی؟ یادم نمیاد کجا بودم. چطور مگه؟ وقتی به زمستون 66 فکر میکنی چی یادت میاد؟ چیزی یادم نمیاد. زمستون 66 باید یادت بیاد. با همه زمستون ها فرق داشت. برای کسایی که اینجا بودن با همه زمستون ها فرق داشت. مخصوصا اسفند ما. خب الان یادم نمیاد کجا بودم. چرا فرق داشت؟ خیلی خوب بخواب. خب چی باید یادم بیاد؟ فکر کنی یادت میاد. من الان خوابم میاد. من که گفتم بخواب. نمیخوای بگی چرا فرق داشت؟ بگیر بخواب، فردا با هم حرف میزنیم. بگو چرا فرق داشت دیگه؟ اصلا نمیفهمم چرا باید یادم باشه که زمستون 66 کجا بودم؟ بگو دیگه، اگه نگی از کنجکاوی خوابم نمیبره. موشک باران. آها آره، راست میگی. خب، کجا بودی؟ روز دوم با خانواده‌ام رفتیم شمال، یه ویلا اجاره کرد. چی گفتی؟ روز دوم با خانواده‌ام رفتیم شمال، یه ویلا اجاره کردیم. خب خودت کجا بودی؟ همینجا آخر موشک بارون؟ آره، تهران خلوت شده بود دیگه، خبری از ترافیک نبود، خیابونا خلوت. درباره خودتون بگو، از اون روزا چی یادتی؟ داری چیزی می‌نویسی؟ آره. من الان خوابم میاد. میشه فردا راجع به شرف زنی؟ باشه. تو رو خودم همینجا بشین تا خوابم ببره. اگه بشینی قول میدم تا 5 دقیقه دیگه خوابم ببره. چرا اینجا میخوابی؟ پاشو برو رو تختت بخواب. اینجا بهتر. میخوام اینجا بخوابم. به خاطر خودت میگم. مگه دوستم داری؟ آره دوستت دارم. من میخوام همینجا بخوابم جلو تلویزیون. میخوام روشن باشه. یه چیز مهمی از اون روزا بهت میگم، بقیهش باشه برای بعد. بگو. میدونی اون روزا هر چیز کوچیک و بی اهمیتی میتونست منو خوشحال کنه. بیمزه ترین جوک، ناچیز ترین هدیه. Yeah. It
تعمیر منو کجا گذاشتی؟ تو لگن قرمز رو میزه. داره. بیا حالا یه سال تموم وقت و بی وقت صدای این جونور بیدارمون میکنه دیگه. من که صدای خروس رو خیلی دوست دارم، برای تو هم خوبه، باعث میشه زود بیدارشی تا لنگ زور نخوابی. ناصر برو بقیه وسایلم بیار. با من یه کارگر رو فرستادی برم؟ آره خب 3 ساعت تموم شد، اگه بیشتر میموندم پول بیشتری هم میگرفتم. مسائل سنگین آوردن دیگه. مامان تلفن رو تو کدوم کارتون گذاشتی؟ اینه ها اینجاست. ناصر مگه من با تو نیستم؟ ناصر بابا میره میاره، بذار اون بچه زن استراحت کنه. اون مسائلی که نمیشه همونطور وسط حیات گذاشت. مامان جان تلفن که اینجا نیست. چه میدونم، تو اون کارتون سفید است. ناصر بجام دیگه. چرا کارگرا رو فرستادی برن؟ اگه یه ساعت بیشتر کار میکردم فوقش 1000 تومن بیشتر میگرفتم. اه نه بابا، اگه 1000 تومن پول کمیه همین الان لطف کن بده به خودم، من همه اون وسایلو میارم بالا. پسرم برو اون وسایل بیار بالا. شما اینجا چی کار میکنی؟ با کی هستی؟ با مایی؟ با این وسایل بدنسازیم. مگه من به شما نگفتم اینا رو بذار تو انباری؟ میخوام تمرین کنم. میخوام تمرین کنم. یه سال فقط حرفش رو بزن. میخوام هر روز صبح روی بالکن تمرین کنم. روی بالکن؟ من اجازه نمیدم. اگه اجازه من دست توه، اتاقم دلم میخواد اونجا تمرین کنم. ببخشید کی گفته اون اتاق شماست؟ من از همون اول گفتم اون اتاقو میخوام. پسرم قرار شد که ما توی این اتاق باشیم. بی خود، من برای این اتاق کلی نقشه کشیدم. میخوام صبح روی بالکن تمرین کنم، تابستون هم پشه بند بزنم، شب اونجا بخوابم. اتاق تو مامان، این یکیه. اگه به حرف توه. ناصر من خستم، اینقدر نرو تو اعصابم. خب آفرین پسر. به من چه که خسته ای؟ مگه ما خسته نیستیم؟ یه جوری حرف میزنه انگار فقط خودش کار کرده. پسرم تو اون اتاق حمومه، هر کی بخواد بره حموم مزاحمت میشه. مگه تو نگفتی؟ اشکالی نداره، من همون اتاق. چند صفحه خوندی؟ 5 صفحه. تا اینجا چطور بود؟ خیلی روزمره است. مشکل اصلی مطرح تو اینه که خیلی روزمرن. واقعا؟ بیا بهت برخورد؟ نه برخورد دیگه؟ نه، از هر جا خوشت نمیاد گوشه مت بنویس. ناصر من خستم، اینقدر نرو تو اعصابم. خب آفرین پسر. به من چه که خسته ای؟ مگه ما خسته نیستیم؟ یه جوری حرف میزنه انگار فقط خودش کار کرده. پسرم تو اون اتاق حمومه، هر کی بخواد بره حموم مزاحمت میشه. مگه تو نگفتی؟ اشکالی نداره، من همون اتاقو میخوام. بی خود برای اون اتاق نقشه نکش، برو بقیه وسایلو بیار بالا. تا تکلیف این اتاق روشن نشه منم دست به هیچ چی نمیزنم. نه بابا، حالا چی میشه تو این اتاق ورزش کنی؟ تو اون اتاق که نمیشه ورزش کرد مامان، بوی گند عرقم میپیچه تو اتاق. اصلا خونه که جای بدنسازی نیست. میخوای ورزش کنی تشریف ببر باشگاه. به خدا اگه من جای علی بودم تا حالا طلاقت داده بودم. ای ناصر، پس ای کاش جای اون بودی، چون من از خدامه که طلاقم بده. ما راجب اون اتاق صحبت کردیم،
کسی با من صحبت نکرده. با مامان صحبت کردم. با منم باید صحبت می‌کردی. صدا تو بیارین. اصلا معلوم هست شما چتونه؟ کافیه که فقط با شما صحبت کرده؟ ببین پسرم، نه من میخوام بدونم کافیه که فقط با شما صحبت کرده؟ خب نه، ولی گوش بده. همینو میخواستم بدونم. نه کافی نیست، کافی نیست. بفرما. بچه بزرگ کن. به وسایل ما دست نزن. مگه با شما نیستم؟ من قبلنم گفتم اون اتاقو میخوام. منم همین الان دارم بهت میگم اون اتاق مال منه. منم همین الان دارم بهت میگم اون اتاق مال منه. چرا؟ برای اینکه دلم میخواد. اگه دل بخوایی منم میگم این اتاق منه. اون اتاق مال منه، چون من بیشتر از همه پول گذاشتم برای رهن و اجاره اینجا. حالیت شد؟ مادر کجا داری میری؟ مامان ازت پرسید کجا داری میری؟ قبرستون. تو نباید این حرف بهش میزدی. دیدی که مجبورم کرد مامان. حالا چی میشه اون اتاق بهش بدی؟ یعنی چی؟ چرا همش حرف اون باشه؟ همش تقصیر توی مامان. هر وقت قهر میکنه تو زود کوتاه میای. آخه چرا شما سر هر چیز و ناچیزی جر رو بس میکنی؟ ماما من شب بر نمیگردم. مادر جون بیرون سرده، نرو. کجا میخوای بری؟ تو کارای من دخالت نکن. تو دیگه حق نداری تو کارای من فضولی کنی. هر جا دلم بخواد میرم، هر وقتم دلم بخواد برمیگردم. برو گم شو لوس عوضی بیشور. واسم فحاشی؟ اگه همش حرفای خوب خوب تو دهنشون بذارم تو خودت باور میکنی؟ آدمایی که من میشناسم اینطوری هم. من خیلی سعی کردم مقدمانه بنویسم، اما اینجا دیگه خیلی ضروری بود. پول تو جیبش بود؟ من چه میدونم؟ همیشه شنیدیم زنا قهر میکنن. تو خونه ما وضع برعکسه، مردا قهر میکنن. کجا؟ کجا؟ دارم میرم دنبالش. مامان جان، مادر من، یه لحظه صبر کن، یه لحظه چادرتو بده به من. بچه که نیست، میره یه دور میزنه بر میگرده. این چه جور حرف زدنه؟ ها؟ خجالت نمیکشی؟ چرا همش من باید ملاحظه اونو بکنم؟ چرا اون ملاحظه منو نمیکنه؟ من الان خستم، حوصله ندارم، اعصابم هم خورده. درزه مثل این که ازش بزرگترم ها، دیدی که چطور با هم حرف زد؟ من ازتون راضی نیستم، از هیچ کدومتون راضی نیستم. مدام به هم دیگه فحش میدی، اصلا احترام هم دیگه رو نداری، اجالت هم نمی کشی. شد یه روز شما با هم جر رو بس نکنین ها؟ شد؟ ناصر باید از یکی حساب ببره، از شما که حساب نمی بره. من باید باش اینطور رفتار کنم که لاغل از من حساب ببره. نایی جون، زبون تلخه. مشکل تو اینه که بلد نیستی با زبون خوش حرف بزنی. مگه این همه سال که شما به زبون خوش باش حرف زدی نتیجه گرفتی؟ بله معلومه، به من احترام میذاره، به تو نه. به شما احترام میذاره؟ آره خیلی احترام میذاره. اگه احترام میذاشت لاقل بهت میگفت کجا داره میره. مگه نشنیدی خودش گفت شب بر نمیگرده؟ مگه من پرسیدم ازش؟ ولی تا وقتی تو پرسیدی جوابتو نداد. مامان جان قبول کن پسرتو لوس بار آوردی. تو نمیدونی با دیگران چه جوری رفتار کنی. با شوهرت هم همینطوری غلط رفتار کردی که الان اینجا نیست کمکمون بکنه دیگه. ناصر رفت چون دنبال بهانه میگشت که بره، چون تنبله. علی هم همینطور، هر دوتاشون تنبلن. دوتاشونو باید بس به یه گاری. نایل خانم، شد یه بار قبول کنی که مقصر خودت هم هستی یا نه؟ ها؟ ماما به خدا من خستم، اصلا حوصله ندارم، اصلا حوصله ندارم. لنگه بابات، انگار بابات تو رو زاییده. اونم هر وقت حرف کم می آورد میگه حوصله ندارم. آخه مثل همه مادرها. میدونین تا وقتی بچه ها کوچیکن مادر قدرت داره، وقتی بچه ها میترسن
به مادرشون پناه میبرن. وقتی مشکلی براشون پیش میاد مادرشون رو میخوان. مادر تکیه‌گاه اون است. اما وقتی بچه‌ها بزرگ میشن دقیقاً برعکس میشه. حالا بچه‌ها هم که تکیه‌گاه مادرن. وقتی از دست دادن قدرت مادر خیلی غم‌انگیزه. چطوری؟ اولین زنگو من زدم یا یکی زبلتر بوده؟ تو همیشه اولی. وضع خونه چطوره؟ مرتب شدی؟ نه بابا، هنوز خیلی شلوغ بلوغه. میخواین بیام کمک؟ نه رو خود تعارف نکنی یا بیام؟ نه، کارگر گرفتیم. اه؟ دیروز علیه توی خیابون دیدم. کدوم خیابون؟ صنایعی. مواظبش هستی یا نه؟ چطور مگه؟ یه زن کنارش نشسته بود. مطمئنی علی بود؟ آره مطمئنم. قیافش چطور بود؟ خوشگل بود. تو مطمئنی علی بود دیگه؟ آره بابا، بازم که دعواتون نشده نه؟ چرا؟ سه روز ازش خبر ندارم. سه روز برای مردا خیلی زیاده، میزنه به مخشون. میخوام ازش جدا شم. همیشه اولین راهی که به مغزت میرسه همینه دیگه. دیگه خسته شدم مهد. این دفعه نذاشتم اون شروع کنه هرچی دلش میخواد بگه بعدم قهر کنه بره. بهش گفتم دیگه نمیخوام ببینمت. هرچی حرف تو دلم جمع کرده بودم بهش گفتم. حالا همه این حرفا رو بعد بهش بزنی؟ لااقل میذاشتی اساس کشی تموم بشه بعد حالشو میگرفتی. تو چقدر خنگی. اتفاقا قبل از اساس کشی گفتم که امتحانش کنم. اگه مرد بود با همه این حرفا بعد میامد تو اساس کشی کمکمون میکرد دیگه. نه به خدا دارم از خستگی میمیرم. این کارا رو اون باید میکرد نه من. اگه منتظر همچین مردی هستی ول معطلی. دیگه دوره مردی با مرام گذشت عزیز دلم. الان دیگه باید ازشون سوء استفاده کرد. بعید میدونم حتی یه تلفنم بهت زده باشه. درست میگم نه؟ نه نزده. بفهم. بعد تو ازش توقع داری بیاد کمکه. بابا تو خیلی دلت خوشه. فقط منتظرم تلفن کنه. همه حرفام هم آماده دارم. منتظر بمون. منتظر بمون. ما زنها چقدر بدبختیم. من که میدونم چه اتفاقی قراره بیفته. اون زنگ میزنه میگه معذرت میخوام. همین جمله کار خودشو میکنه. دیگه تصمیم خودم رو گرفتم مهتاب. ما باید از هم جدا شیم. من دیگه نمیتونم بیشتر از این با آدمی زندگی کنم که اصلا یه ذره منو نمیفهمه. خب توقع بی جایی داری عزیزم. واقعا فکر کنی مرد اصولا میفهمه که توقع داری تو رو بفهمه؟ خب کجای دنیا دیدی مرد قرار کنه بره؟ والا همیشه زنان قرار میکنن. این دفعه که داشت میرفت منم سرش داد زدم برو گم شو دیگه هم برنگرد. واقعا هم از خدامه که دیگه برنگرده. مگه اینکه برای طلاق دادن من برگرده؟ یه حرفی بزن آدم تو باور کنه ناهید. به خدا حالا میبینی. میبینی. ببین مهتاب من بعدا خودم بهت زنگ میزنم. باشه. خب کاری نداری؟ نه قربونت. خداحافظ. خداحافظ.
ادامهش؟ هنوز ننوشتم. تا اینجا چطوره؟ من این گفتگوی تلفنی ناهید و مهتاب رو دوست ندارم. چرا؟ چراشو نمیدونم، فقط میدونم خوشم نمیاد. ریتمش چطوره؟ بد نیست. یعنی خوبم نیست؟ آره خوبم نیست. وقتی اولین موشک رو زدن تو کجا بودی؟ اولین موشک فکرم با مامانم رفته بودم خرید لباس عید. وقتی صدای موشک رو شنیدین فکر کردین صدای چیه؟ مامانم که فکر کرد صدای رعد و برقه. اما من گفتم بگم اونم یه جایی رو بمب گذاشتن. یاد باشه اون روزا بمب هم میذاشتن. آره یادم. آره من فکر کردم یه جایی رو بمب گذاشتن. احتمالا دیدم باید خیلی نزدیک باشه چون صدای انفجار خیلی بلند بود. ما رفتیم خریدمونو کردیم مثلا انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده. بعد دومین موشک رو که زدن گفتیم که پس احتمالا بمبارن هواییه. اتفاقا من و مامان تو اتوبوس بودیم. هنوز چهره زن و مرد تو ذهنم مونده. همه نگران بودن از اینکه بازم جنگ به شهر کشیده شده. من یادم خوشحال بودم. چرا خوشحال بودی؟ امیدوار بودم مدرسه ها تعطیل بشه. به اون چه رفتی داری که مسئله زندگی خصوصی تو واسش تعریف میکنی؟ تنها آدمیه که میتونم باش درد دل کنم. اون رفیق خوبی نیست، خیرتو نمیخواد. اون داره از حسودی میمیره که هنوز شوهرت باهاته. مهتاب میگه علی رو دیروز تو خیابون دیده. یه زنم تو ماشینش نشسته بوده. دروغ میگه. اون نتونست شوهر خودش رو نگه داره، چش دیدن زنهای دیگه که شوهرشون باشونه نداره. برای چی علکی از علی دفاع میکنه؟ اصلا زنی که نتونست شوهرشو نگه داره ها، هر بلایی سرش بیاد حقشه. مامان هیچی نمیشه به تو گفت. تو فقط بلدی نمک رو زخم آدم بپاشی. حرف حق تلخه دیگه ها. شوهرداری هنر میخواد خانوم. آره آره تو هنرشو داشتی، کاری کردی که بابای بیچارم دق کرد. وا چرا چرت و پرت میگی؟ بابات سکته کرد؟ خب چرا سکته کرد؟ چرا یه آدم سالم یهو باید بیفته بمیره؟ دلیل سکته شما بودی خانم. اینم حرف حق تلخه نه؟ چی بود؟ فکر کنم باز یه جایی بمب گذاشتن. رادیو تلویزیون روز اول هیچ اشاره به موشک باران نکردن. میترا تفلک همش گریه میکرد، میگفت بریم خارج از شهر. از طرف ماشینمون خراب. پس مامانم زنگ زد یه تاکسی اومد. رفتیم پارک ارم. هوام سرد. سه تا دیر وقت لرزیدیم تو پارک. بعد دیگه بابام گفت برگردیم خونه. میترام گفت نه بریم هتل. بابا گفت نه فقط خونه، هیچ جای دیگه هم نه. واسه برگشتیم اومدیم خونه. من به محض اینکه رسیدیم یه جایی رو موشک زدم. بابام سعی رفت سراغ رادیو. من یادمه از جام بلند شدم، رفتم رادیو ضبط از بابا گرفتم. بابا از جاش بلند شد، اومد من رو بغل کرد. بعد میترا و مامانم هم اومدن. من در تمام مدت نگران شیشه های پنجره ها بودم. همش میترسم اینا خورد شه بیاد بره تو چشم و بدنمون. هنوزم از پنجره میترسم. بعد اگه گفتی کجا خوابیدیم؟ تو آشپزخونه زیر یه میز سنگی. یه میز داشتیم، چهار تایمون چپیدیم زیر.
رفتم خوابیدم. من یادم کنار بابا خوابیدم. من خوشحال بودم کنارش خوابیدم. چته؟ چرا صدات در نمیاد؟ با منی؟ نه، با این تلویزیونم. چقدر به این ناصر گفتم وقتی کارگرا دارم وسایلو میارم بالا مواظب باش. معلوم نیست تلویزیونو به کجا زدن که صداش در نمیاد. داینا گوشی رو بر نمیدارن. نخورتو بیزار، موی مامانی خیلی نزدیک بود. روز اول موشک باران اینجوری نبود که. مردم فکر میکردن بمبارانه. فقط سر در نمی آوردیم که چرا ضد هوایی کار نمی کنه. صدای آجر خطر هم نمی آمد. بس که یادت رفته. منظورت دقیقا نمی فهمم شیبا. هر وقت صدای انفجار می آمد مردم برقا رو خاموش می کردن. چته؟ چرا صدات در نمیاد؟ با منی؟ نه، با این تلویزیونم. چقدر به ناصر گفتم وقتی کارگرا دارم وسایلو میارم بالا مواظب باش. معلوم نیست تلویزیونو به کجا زدن که صداش در نمیاد. اون نور تلویزیون از پنجره میزنه بیرون. مگه نمیگم باید نورا رو خاموش کنی؟ مامان جان، تلویزیونو گرفتم طرف دیوار. نگاه کن بعد حرف بزن. تو اینا گوشی رو بر نمیدارم. یا خود بزن به هیچی بای کن بای کن خیلی نزدیک بای کن. خدای شکرت. خدای شکرت؟ یعنی چی خدای شکرت؟ ما هر وقت صدای انفجار میشنیدیم خوشحال میشدیم. خوشحال از اینکه رو سر ما نیفتاد. واقعا میگفتین خدای شکرت؟ مادرم میگفت هر وقت جایی موشک میزدن بی اختیار به صدای بلند میگفت خدایا شکرت. من روم نمیشد به صدای بلند بگم، ولی ته دلم واقعا خوشحال میشدم. چه وحشتناک. دیگران رو نمیدونم، ولی من کمی بعد از خوشحالی به شدت افسرده میشدم. وقتی فکر میکردم کسای دیگه زیر آوار مردن، چند بچه مردن، کسایی با یه دنیا امید و آرزو مردن. یه بار توی خیابون دیدم که لوده رشزاد از زیر آوار بیرون میکشید. دیگه از ترس هیچ کاری نمیتونستم بکنم. هر لحظه انتظار داشتم یه موشک بالا سرم پایین بیاد. دیشب داشتم حموم میکردم صدای انفجار شنیدم. گریم گرفت. من گریه کردم. از اینکه وضعی پیش نیامد لخت مادر زاد زیر آوار جسدمو پیدا کنن خوشحال بودم. خودمو مجسم میکردم جسدمو. با تن صابونی لیف به دستم زیر آوار. تلویزیون رو گرفتم طرف دیوار مامان جان. نگاه کن بعد حرف بزن. داینا گوشی رو بر نمیدارم. کفاته بیزن خیلی نزدیک بود. خدای شکرت. خدایا صد هزار مرتبه شکرت. مامان جونه، میدونی الان چند نفر مردن؟ اون وقت میگی خدای شکره؟ آه خب یالم بسرم. استغفر الله استغفر الله ربی اتو بله العفو العفو العفو. بله. الو الو ال فکر کنم علیه. هر بار که یه جایی رو میزنن تلفن میزنه مطمئنش زنده ایم یا نه. آره علیه. انقدر مغروره که حرف نمیزنه. ببین اون وقت تو قدری همچی مردی رو نمیدونی. چقدر خوب بود که الان پیش ما بود. چقدر خوب بود. خیلی خوب مامان. حالا از فرصت استفاده نکن نصیحتم کنی. خود ازت نگذره ناهید. Thank you.
خیلی خوب مامان، از فرصت استفاده نکن نصیحتم کنی. خدا بگم چی کارت کنه ناهید. مامان مرز و مامان، مردای خونمون آوار خیابون کردی دیگه. به خدا مامان یک کلمه دیگه بگی از این در میزنم میرم خودم رو گم و گور میکنم، همه تون از دستم راحت شین. این چرا قوه کجاست؟ من چه میدونم؟ اصلا تعجب نمی کنم بدونی کجاست، ولی برای اینکه من اذیت کنی بگی نمیدونی. تو اینجایی پس چرا صدات در نمیاد؟ نورشو بگیر پایین ناهید. حالا بیا با هم بگردیم ضبطو پیدا کنیم. به من چه، خود تنهایی بگرد. با شما نبودم، با این چراغ قوه بودم. میدونم از شما خیلی به ما نمیرسه. ناصر پسرم، الهی فدات شم، تو رو خدا یه زنگ بزن. مادر جون یه زنگ بزن من خیالم راحت بشه. هر جا هستی خدا حفظت کنه. حالا اگه من بیرون بودم و 10 ساعتم تلفن نمیذارم عین خیالتم نبود. مزخرف نگو. بله گوشیو بده مامان. هیچ معلومه تو کجایی؟ تو رو زودتر تلفن نکردی؟ ناصر بده عقلت نمیرسه با نگرانی؟ گوشی رو بده من، گوشی رو بده. الو الو. سلام مامان، زنگ زدم بگم حالم خوبه. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. کجایی مادر جون؟ تو خیابون. همین الان بیا خونه مادر، همین الان. شما بیاین بیرون، مردم همه از ترس اومدن بیرون، میترسن بمونن زیر آوار. ناصر میگه ما بریم بیرون. اینجا که امنیتش بیشتر از بیرونه مامان جان. به حرفای چرند اون بچه چرا گوش میدی؟ اینجا که امنیتش بیشتره مامان. کی گفته امنیتش بیشتره؟ لابد ناهی داره؟ مادر جون به خدا عطا وقتی نیای من همش فکرم پیشه توی مادر جون. تو رو خدا بیا خوب بیا. مامان من اگه قراره بمیرم دلم نمیخواد زیر آوار بمیرم. ما این چه حرفایی میزنی؟ مادر جون خواهش میکنم، خواهش میکنم. چی رو خواهش میکنم؟ چی رو خواهش میکنم؟ گوشی بده من. تو مثلا مرد این خونه، تو الان باید اینجا باشی. واقعا از خودت خجالت، خیلی احمقی. مادر جون، مادر جون پاشو بیا، پاشو همین الان بیا، من خیلی میترسم مادر. مامان شماها چرا نمیایین بیرون؟ بیرون سرده مادر جون، تو که میدونی من حالم بده. خیلی خب همونجا بمونین، منم بیرونم. بهت هی زنگ میزنم که خیالت راحت باشه. خوبه؟ قول بده بهم، قول بده. قول میدم. نه قسم بخور. به روح بابا تا یه ساعت دیگه زنگ میزنم. نه نه نه، تا وقتی بیرون هستی هر وقت هر جا رو زدن بلا فاصله به من تلفن کن. باشه مامان. اینجا پشت باجه تلفن چند نفر دیگه منتظرن زنگ بزنن. خداحافظ. بازم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ مادر جون. خداحافظ و پناهت. وا الو طاهره. طاهره تویی؟ سلام داداش، چند دقیقه پیش بهتون زنگ زدم نبودین، دلواپس شدم. خونه نیستی؟ شما حالتون خوبه؟ آره؟ آره ما خوبیم. شما ها کجایین؟ ما بیرون شهریم. شما بیاد پیش ما. دایی اینا رفتن بیرون شهر، میگه ما بریم پیششون. من جرأت نمی کنم پامو از در این خونه بذارم بیرون. شما اگه خیلی دلت میخواد بهشون بگو بیان دنبالت، خودت برو. داداشون ما نمیتونیم بیایم، علی و ناصر نیومدن خونه، این کارتونم همینطوری وسط اتاق مونده، نشستیم همینجا تو تاریکی دیگه. کجا رو زدن؟ وقتی اومدن بیاید اینجا، ما اومدیم چیتگر. مامان هر جا هستی مامان. خدا حفظتون مامان. کنه. مامان چی میگی؟ کجا رو بمبارون کردن؟ داداش کجا رو زدن؟ میگن طرفای کریم خان رو زدن. خدا لعنتشون کنه به حق علی. ناصر اینا که اومدن بیاید اینجا. ببین طاهره اینجا خیلی شلوغه. همه منتظرن تلفن بزنن. من خداحافظی میکنم. باشه باشه. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
میگه طرفای کریم خانو زدن. ما که اون طرفا کسی رو نداریم که. آخه خدای شکرت. مامان جان. آخ غلط کردم. استغفرالله. مامان رادیو ضبط کجاست؟ نمیدونم مادر جان. مامان جان، طاهر خانم، خودت گذاشتیش تو کارتون. خب بگو کجا گذاشتیش دیگه. لا اله الا الله، نمیدونم کجاست. تو چرا اینقدر غر میزنی؟ میگم یادم مادرم گفت وقت آدم میترسه باید فوری بره دستشویی، برای اینکه کلیه ها باید کار کنن. بعد همه ما رو هول میداد تو دستشویی. بابام گفت من دستشویی ندارم. مادرم هولش میداد تو دستشویی که برو سری خودتو بکن. سلام عزیزم، قربونت بشم. اصلم با این گوسفندم. نگاش کن چجوری خوابیده. خیلی خوب، خیلی خوب. چی میگی تو؟ با این چراغ قفم. ناهید، میشه توی همچین وضعیتی دست از این مسخره بازیات برداری؟ یعنی چی تو با وسایل خونه حرف میزنی؟ این عکس‌ها رو که نگاه می‌کنم تازه می‌فهمم تو این 3 سال چه بلایی به سرم اومده. تو همین 1 ماه 2 کیلو لاغر شدم. الان 53 کیلو هم. اول ازدواج 60 کیلو بودم. خوب یادمه. از بس هرس و جوش می‌زنی. از بس بد اخلاق و پرتوقعی. اینا رو نگفتم که تو باز شروع کنی مامان. تو شوهر بد ندیدی. مردای دیگر رو ببین. اون وقت می‌فهمی علی چه مرد خوبیه. آره. چه مرد خوبی. تو این وضعیت قهر کرده تنهامون گذاشته. اون وقت مرد خوبیه؟ تقصیر خودتی که قهر کرده گذاشته رفته. برای اینکه بلد نیستی خوب حرف بزنی. الان چطور میشد با برادرت با لحن بهتری حرف میزدی؟ ها؟ مامان بس کن، من اصلا حوصله ندارم. همین دیگه. اینقدر غر میزنی، علی هم جواب تو میده. اگه شوهرت باهات بد رفتاری میکنه تقصیر خودته، چون بلد نیستی خرش کنی. خدایا، بازم حرفای تکراری. اصلا از همه تون خسته شدم. وا ناهید، من یه حرفی میزنم خیر و صلاح خودتو میخوام. اگه مادری بودی که خیر و صلاح بچهشو میخواد میزدی تو دهنم، نمیذاشتی انقدر زود ازدواج کنم. همچینم زود ازدواج نکردی، اینقدرم نمک نشناس نباش. شوهرت آدم خوبیه. زن اگه زن باشه میتونه شوهرشو همونطوری که دلش میخواد تربیت کنه. اون وقتی که داشت تربیت میشد مادرش بالا سرش بود. اگه من بالا سرش بودم که نمیذاشتم اینجوری لوس بار بیاد. ای خدا، تو رو با اون بزرگیت قسمت میدم یه پسر به این دختر من بده، میخوام ببینم موقع تربیتش چه غلطی میکنه. اولا من غلط بکنم بچه دار بشم، بعدش هم اگه غلط زیادی کردم و بچه دار شدم یه جوری تربیتش میکنم که بعدها زنش تو دلش بهم فحش نده.
به جای اینکه تو دلت به مادر شوهرت فوش بدی، همت کن شوهرتو اونطوری که دلت میخواد تربیت کن. مردا دو بار تربیت میشن، یه بار مادراشون تربیتشون میکنه، یه بارم زناشون باید تربیتشون کنن. ولی من یه مرد کامل میخواستم که لازم نباشه خودم تربیتش کنم. پشو بیاین فشار منو بگیر. مامان جان تو این شلوغی من فشار سنجو از کجا پیدا کنم آخه؟ تو کابینت آشپزخونه است. پشو چنده؟ 16 رو ده. حالا هی قور بزن، هی قور بزن، خب؟ همه اینجوری فشارت بره بالا. ناید من قور میزنم یا تو؟ از وقتی که اومدیم اینجا یک سره داری قور میزنی مادر جون. به خدا منظوری ندارم مامان، داد میزنم بلا فاصله پشیمون میشم. آخه مردای خونمون خیلی لوسن. الهی قربونت برم. بیا یه بغلم دختر نازم. باتری چراغ قوه تموم شد ماما. فدای سرت مادر جون. دلم نمیخواست تموم شه. شم که داریم، الان بالا میشم پیداش میکنم. نه تو رو خدا نرو، همینجوری منو بغل کن. الهی قربونت برم دختر نازم، الان شدی عین بچگیات. پیش علی هم باید مثل الانت باشی، عین بچگیات. هر وقت رفتاری میکنی که پشیمون میشی بلا فاصله صاف و صادقانه بگو. باریکلا دخترم. آخه اگه هر بار بخوام عذرخواهی کنم پر رو میشه مامان، به خدا پر رو میشه، لوستر از اینی که هست میشه. مادر جون چرا متوجه نیستی چی دارم بهت میگم؟ مردا 60 سالشون هم بشه بازم بچن، شکنندن. به این هارت و پورتشون نگاه نکن، اینقدر راحت میشه رامشون کرد. فقط بد راشو بلد باشی مادر جون. پس چرا تو بلد نبودی مامان جان؟ چرت و پرت نگو، خیلی هم خوب بلد بودم. بابات سکته کرد. اگه این حرفت شوخی، اصلا شوخی خوبی نیست. اصلا شوخی نبود. اصلا شوخی خوبی نیست. من و بابات با هم هیچ مشکلی نداشتیم. مامان جانم یه چیزی ازت بپرسم راستشو بهم میگی؟ معلومه که میگم مادر جون. تو اصلا منو دوست داری مامان؟ حیفا این چه حرفیه میزنی؟ معلومه که دوستت دارم، تو دختر منی. من هر وقت بختک میشم خواب میبینم تو با یه کارد آشپزخونه داری میای سرمو ببری. وا خاک حالم. همیشه هم میدونم دارم خواب میبینم و اما نمیتونم بیدار شم. سعی میکنم علی رو بیدار کنم اما علی بیدار نمیشه. سعی میکنم پاشم اما نمیتونم. تو میای بالای سرم، همین که کاردو میذاری رو گلو من از ترس بیدار میشم. این خواب ناهیدو که خوندم یادم اومد. من تا یه مدتی تقریبا هر روز صبح با صدای جیغ خودم از خواب بیدار میشدم. خواب میدیدم شیشه های پنجره خورد میشه، بعد همینطور میاد طرف من و من شروع میکردم به جیغ کشیدن. همینجور هی جیغ میکشیدم انقدر که با صدای خودم از خواب بیدار میشدم. واقعا جیغ نمیکشیدم. ها
همیشه هم میدونم دارم خواب میبینم اما نمیتونم بیدار شم. سعی میکنم علی رو بیدار کنم اما علی بیدار نمیشه. سعی میکنم پاشم اما نمیتونم. تو میای بالای سرم، همین که کارد رو میذاری رو گلوم، من انقدر توی خواب جیغ میزنم که مثلا علی رو بیدار کنم، انقدر جیغ میزنم که با صدای جیغ خودم بیدار میشم، بعد میفهمم اصلا جیغ نزدم. وا صدای چی بود؟ چی؟ من صدایی نشنیدم. مامان. بله. خودتی دیگه. چرا اینجوری حرف میزنی؟ مامان جون نایت خودتی؟ بقیه منو بترسونی. مامان به خدا خودم دارم از ترس میمیرم. تو به خدا بگو خودتی؟ یه صدایی میاد مامان. من که چیزی نمیشنوم مادر جون. با مامان یه صدایی داره میاد، من میشنوم. میخوای منو بترسونی؟ میدونم نایت، میدونم. مامان فکرم برقا روشن کنی بهتره. نه 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 نه، خطرناکی مادر جون، خطرناکی. کجا میخوای بری؟ برم توالت. نه نرو، تو رو خود مامان نرو. باید برم. پس منم باید میرم مامان. ای ناهی، بای مامان به خود من خیلی میترسم مامان. من خیلی میترسم. روز اول فقط دو سه تا موشک زدم. میدونم. با چرا انقدر نوشی صدای انفجار؟ من کاری به واقعیت ندارم. اگه مطابق واقعیت بنویسی فکر کنم بهتره. نه بابا مزه. بله. الو علی تویی؟ آره تویی. چرا جواب نمیدی؟ وقتی حرف نمیزنی چه فایده داره گوشی دستم باشه؟ گوشی رو بذار ناصر الان زنگ میزنه. علی من دارم گوشی رو میذارم. نمیخوای حرف بزنی؟ علی گوشو گذاشتم. ها بذار دیگه. بله ناصر تویی؟ چرا در رو باز نمی کنی؟ مامان جان من باید بدونم که تا در رو باز کنم. ناصر؟ ناصر خودتو لوس نکن. ناصر توی پسرم؟ هر کسی تا جواب ندی من درو باز نمی کنم. کی بود در می زن؟ با تو هم کی بود در می زد؟ فضولی؟ نزده کی بود در میزد؟ کی بود؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 ناصر تلفن نکرد. حتما دیگه پول خورد نداره. داشت. گفت زنگ میزنه. شاید پشت باجه تلفن منتظر. الو. 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 گوشی بده به من مامان جان. الو. الو. علی تو هستی؟ خواهش میکنم جواب بده علی. ببین علی ما منتظر تلفن ناصریم. اگه میخوای حرف بزنی بگو، وگرنه من مجبورم گوشیو بذارم. الو. الو. یا فاطمه زهرا، ناصر تلفن نکرد. یا امام زمان، خدای خودت به دادمون برس. خدایا پسرمو به تو سپردم.
هر جا هست حفظش کن. نه من نمیام. یعنی چی؟ من اینجا تکون نمیخورم تا ناصر نیاد. من رو مامان مگه نمیبینی اوضاع چجوریه؟ باشو میگم نمیام. مامان خودم تنهایی میرم. برو هر جا دلت میخواد برو. مامان مگه نمیبینی اوضاع چجوریه؟ بلنشو بریم تو پارکینگ. مگه نشدی چی گفتم؟ گفتم نمیام. مامان اصلا معلومه تو جته؟ چی از منم ناراحتی؟ اون دوتا رو که انداختی تو خیابون میخوای منم بندازی تو کوچه تا خیالت راحت بشه؟ مامان بله کی هستی تو؟ چرا جواب نمیدی؟ کیه؟ یکی از همسایه هاست، گل گاو زبون میخواد. نه درو باز نکن، درو باز نکن. بگو نداریم. نداریم گل زبون. نه نداریم گل گاو زبون. نداریم. ناهید من سردمه، پشت این شوفاژر را بنداز مادر. من میترسم مامان. تازه من چه میدونم لوله شوفاژ ما کدومه؟ من که از اینجور کارا سر در نمیارم. اما در اولین فرصت این کارم یاد میگیرم که اگه بازم آقایون قهر کردم من بدونم چی کار باید. تو باید یاد بگیری با زبون خوش حرف بزنی. بله علی تو هستی؟ خواهش میکنم جواب بده علی. من ازت عذر میخوام علی، بیا اینجا خواهش میکنم. ما بهت احتیاج داریم علی. من ازت عذر میخوام علی. تو هستی علی؟ بذار اون گوشی رو. مگه نمیخواستی ازت عذرخواهی کنم؟ خب من که گفتم عذر میخوام. من خیلی میترسم علی. علی خواهش میکنم بیا اینجا. فقط من و مامان اینجایی. ما خیلی میترسیم علی. دوست دارم علی. پس چرا حرف نمیزنی؟ ببین علی، من الان گوشو میذارم که تو همین الان راه بیفتی بیا اینجا. خب خواهش میکنم علی. خدا من مطمئنم خود علیه. مطمئن. آرزواتم که نوشتی. کجا رو داری میخونی؟ تو اگه یه روز قرار کنی بری من امکان نداره ازت عذرخواهی کنم. چرا میکنی؟ هر چقدر مقصر باشم این کارو نمیکنم. عذرخواهی میکنی اگه در وضعیت اینا باشی. عذرخواهی میکنی. بله توی کدوم قبرستونی هستی تو؟ اصلا معلومه تو چه مرگته؟ زود بیا خونه، مامان داره گریه میکنه. تو همینو میخوای؟ الو ناصر جان. سلام. برای چی گریه میکنی مامان؟ من که حالم خوبه. الو ناصر جان خیلی دیر زنگ زدی مادر. اگه همین الان را نیفتی بیای خونه به خدا من ترس میمیرم. ناصر میگه ما بیایم بریم توی پناهگاه. خب راست میگه دیگه مادر جان. گوشی بده من. من از جام تکون نمیخورم. تو هم اگه مامان دوست داری همین الان راه میافتی میای خونه. بیا خودت باش حرف بزن. من اصلا حوصله این عزیز زردونت رو ندارم. ناصر جون نمیخوای بیای خونه مادر؟ مادر جون بیرون سرده، بیا اینجا دوره هم باشیم.
اگه نیای به خود دل من هزار را میره. خب ماشین گیرت نمیاد، پیاده را بیفت. بیا دیگه، تو الان باید بری شوفاژ خونه، شوفاژ را را بندازی. من اصلا ازت راضی نیستم، از هیچ کدومتون راضی نیستم. الان که سر پا هستم اینطوری با من رفتار میکنی، چه برسه دیگه به پیری. من نفرین نمی کنم، فقط دعا می کنم که یه روز بچه هاتون همین بلا رو سرتون میارن تا بفهمی من چی کشیدم. نمیخواد بیاد؟ نه دیگه، همش تقصیر توه. مامان! بله، بفرما تو. ناهید علیه. دیدی، میدونستم خودشی که تلفن میزنه. نه نه، خودم دربارش باز میکنم. خیلی خوب. مامان، یه چند دقیقه بعد یه بهانه ای پیدا کن برو تو اتاق، میخوام تنها باش حرف بزنم. خب خب مامان جان. خیلی خوب. سلام. سلام. سلام مادر. سلام مادر. ای بابا خاک عالم. دیگه بی فایده است. از عراق موشک میفرستن. از خود عراق؟ بله از خود عراق. مطمئنی؟ آره. اینجا نوشته دیروز ما دوتا از مناطق نظامیشون رو زدیم. خب امروز هم نوبت اوناست دیگه. دو نسلشون رو روی این زمین ورداره به حق علی. ناصر کجاست مادر؟ رفته بیرون. حالا چه وقتی بیرون رفتنه؟ قهر کرده. مطمئنم تو بی تقصیر نیستی. همیشه شنیدیم زنا قهر میکنن، اما تو خونه ما انگار وضع برعکسه، آقایون قهر میکنن. منظورت از آقایون منم هستم. خدا بس کنیم بچه. با تو کاری ندارم. با منی؟ نه، با این شمع. تلویزیون تو اساس کشی خراب شده. چقدر به ناصر گفتم مواظب باش. چقدر تو قهر میزنی ناهید. تو میخوای چیزی بهم بگی؟ این رادیو ضبط رو ندیدی کجاست؟ نه. کجا موشک خورده؟ من نمیدونم. تو ماشین نشسته بودم دمه یه باجه تلفن. هر وقت موشک میزدن یه زنگ میزدم اینجا، یه تلفنم میزدم خونه بابا اینا. خیلی کار خوبی کردی اومدی علی. اگه نمیومدی دیگه هیچ وقت باهات حرف نمیزدم، هیچ وقت. از کنار پنجره بیا این طرف، خطرناکه. این موج انفجار میزنه، شیشه‌ها رو خورد میکنه، یه وقت میریزه سر صورتت. واقعا؟ بله واقعا. تو چرا اینو گفتی؟ مگه منو دوست داری؟ برای چه حرفای منو وارد نوشتهات میکنی؟ مگه من خیلی حرفای خوبی میزنم؟ آره. واقعا؟ آره. میخوای یه جمله به حرفای ناهید اضافه کنم؟ آره. تو چرا اینو گفتی؟ مگه من برات مهمم؟ مگه منو دوست داری؟ چسب داری؟ خیلی کار خوبی کردی اومدی علی. چسب داری؟ چسب واسه چی میخوای؟
میخوام بزنم به این شیشه. آخه اونجا که رفتم تلفن بزنم یه دفعه موشک خورد نزدیکیاش، تمام شیشه های تلفنمو میخورد شد ریخ پایین. شانس آوردم اون لحظه اون تو نبودن. وا خدا بهت رحم کرده، خدا خیلی بهت رحم کرد مادر جون. چسب داریم؟ داریم، اما از تو این همه خرت و پرت من چجوری پیداش؟ من میدونم تو اون کارتون بالایی هست. ناهید. بله ماما. من میرم بذار استراحت کنم مادر. باشه ماما. ناهید. بله ماما. ناصر تلفن کرد صدا میکنی دیگه. باشه ماما. علی تو خوب اول بری شوفاژ اینجا رو را بندازی. ناهید من خیلی بد اون اتاق بمونم. دست شما درد نکنه. ادامهش؟ بقیهش هنوز ننوشتم. تا همینجا چطوره؟ هنوز نمیتونم چیزی بگم. اصلا جوری هست که توصیه کنی کسی بخوندش؟ نه. دست شما درد نکنه. میخواد بهت راست بگم یا دروغ بگم؟ بذار سوالم یه جور دیگه مطرح کنم. اصلا برات کشش داره که ادامه بدم؟ آره کشش که داره. ببین چجوری برات بگم، به نظرم حال و هوای اون وقتا خوب در نیمده. آخه هیچ چیز درست حسابی ندارم که بخوام بخونمش. مجبورم همش به حافظه خودم رجوع کنم یا به این اون زنگ بزنم بپرسم درباره اون روزا چی یادشون. روزنامه های اون وقتا رو برق زدی؟ آره 3-4 تا روزنامه چاپ میشد دیگه. تو هیچ کدومشون گزارش دقیقی درباره این روزا وجود نداره، فقط در حد چند خبر که کجا رو موشک زدن. بذار من یادداشت روزنامه نگاه کنم. من وقتا یادداشت روزنامه می نوشتم. شاید چیزی به درد بخوری برات پیدا کنم. باید برم تو انباری تو کارتونا رو بگردم. دست درد نکنه شیوا، پیداش کن بده بخونمش. نه خیر، هرگز هم چنین کاری نمیکنم. شاید توشون یه چیزی باشه که من نخوام تو بخونی. خودم میخونمشون. اگه چیزی به درد بخوری برات بود خودم برات میخونم. باشه یه دفعه موشک باران قطع شد. آره یادم. ما مثل خیلی از شما برگشتیم. چند روز بعدش باز دوباره شروع شد. شب اولی که باز شروع شد مامانم به همه ما قرص خواب‌آور داد که مثلا سر صدای موشک باران بیدارمون نکنه. بابام هم مخالف بود. مامانم گفت میخوام بچه‌ها راحت بخوابن. حتی بابام هم قانع کرد که قرص بخوره. بابام هم خورد. فردش باز راه افتادیم رفتیم شمال. اینم یه لحظه کن. انقدر آدم هجوم آورده بودن به پناهگاه که دیگه تو پناهگاه جای سوزن انداختن نبود. ناصر تلفن نکرد. تو چرا ساکتی؟ چی بگم؟ یه حرفی بزن. گشنمه. خیلی ممنون از اینکه یه حرفی زدی. خواهش میکنم.
علی، به نظر تو هیچی عوض نشده؟ تو خیلی عادی رفتار میکنی، یعنی واقعا تو هیچ حرفی نداری که بزنی؟ نه. تو از بیرون اومدی، خب بگو بیرون چه خبر بود؟ خیابونا خلوت بود، شلوغ بود، چه جوری بود؟ یه حرفی بزن، همینجوری ساکت نباش. خیابونا خلوت بود. خب تو زنگ اول به مادرم اینا بزن. اشکال نداره اول ناصر تلفن کنه بعد بزنم، مامان خیلی نگرانه. نه مگه گشنت نبود؟ خب حرف بزن. خیابونا خلوت بود، یه خانمی هم نشسته بود کنار خیابون داشت گریه میکرد. چرا گریه میکرد؟ میگه پرسیدن داره، ترسیده بود. خب منم سوارش کردم. بیا اگه مجبورت نمیکردم حرف بزنی اصلا نمیگفتی. خب تو سوارش کردی، بعد رسوندمش در خونش و اون مدام گریه میکرد. آره. قیافش چطور بود؟ خوب بود. خب ادامه بده. ادامه نداره دیگه، رسوندمش در خونش. همین؟ همین. روی صندلی جلو نشسته بود؟ صندلی عقب. سال بعدی؟ دیروز مهتاب تو رو تو خیابون دیده، یه زنم تو ماشینت نشسته بوده. خب خب؟ اعظم بود. ولی اونجور که مهتاب نشونی اون زن رو میده اصلا با اعظم نمیخونه. من نیومدم اینجا با هم دیگه دعوا کنیم. ما که دعوا نمی کنیم، من فقط میخوام بدونم اون زن کی بوده. نکنه اونم تو خیابون نشسته بود گریه میکرد تا هم دلت به حالش سوخ رسونش در خونهش. ببین همین الان داره پیله میکنی ها. یعنی چی؟ من فقط میخوام بدونم اون زن کی بوده. نه هنوز حرفم تموم نشده. من خب حرفتو بزن بگیم اینم چی میخوای بگی. من گفتم که اون خانومه داشت گریه میکرد، منم رسوندمش در خونهش. ولی تو همینجوری داری. من حرفم تموم نشده، من نمیفهمم چی میگی چون حرفم هنوز تموم نشده. تو مخصوصا ماجرای اون زنو تعریف کردی که من حسودی کنم. ببین اصلا حرف زدن با تو خیلی سخته. من هیچ وقت نمیتونم با تو راحت حرف بزنم. هر موقع میخوام حرف بزنم باید حرفامو سبک سنگین کنم که به بر نخوره. هیچ وقت من نمیتونم راحت با تو حرف بزنم. بفرما همین الان که دارم با تو حرف میزنم داری یه جوره به خصوصی نگاه میکنی، به حالت عصبی داری سرتو تکون میدی. من جوره به خصوصی نگاهت نمیکنم، داری چرند میگی. سرتو که تکون میدادی. یعنی چی من حق ندارم سرمو تکون بدم؟ ببین من نیومدم اینجا دعوا کنم با تو. خب دعوا نمیکنیم علی. اگه ناراحتی من همین الان میرم. یعنی چی؟ من که ازت عذرخواهی کردم. بله عذرخواهی کردی که بیام شوفاژو برات را بندازم. خیلی بیشوری علی. ما چرا گوشی رو بر نمیدارین؟ الو تلفن که زنگ نزد مامان جان. من خودم شنیدم زنگ زد. شما چرا رنگ و روت اینجوریه؟ تلفن زنگ زد، من شنیدم. زنگ نزد علی جان؟ نه مادر جان زنگ نزد. با تو اصلا حالت خوب نیست. تب داری مامان؟ تو اصلا حالت خوب نیست. تب داری مامان؟ دلم شور میزنه. ناصر تلفن نکرده. میترسم ناهید. بچه‌م تلفن نکرده. الانه که تلفن کنه مامان جان. تو باش خوب حرف نزدی. منم باش خوب حرف نزدم. علی
حال مامان اصلا خوب نیست، باید ببریمش دکتر. من از اینجا تکون نمیخورم تا ناصر نیاد، من از اینجا تکون نمیخورم. بچه نشو مامان جان، شما تب داری. همین که گفتم، من از اینجا تکون نمیخورم. خیلی خوب، اشکال نداره، من میرم قرص تبر میگیرم و میام. قرص تبر داریم، اما من میخوام ببریمش دکتر. من با شما هیچ جا نمیام، من از اینجا تکون نمیخورم. ناصر تا نیاد من از اینجا تکون نمیخورم. شما میخواین بریم، برین، من میمونم. باشه باشه ناهید، قرصو بیار. خدا مرگم بده، چند شب پیش خواب پدرتو دیدم، الان یادم اومد. خواب دیدم که من و ناصر از سر کوچه قبلیمون داشتیم میامدیم خونه، پدرتو تو را دیدیم، به من لبخند زد، من چادرم رو کشیدم رو صورتم، از کنارش رد شدم، ولی ناصر با پدرش دست داد، بعدم با هم دور شدم. نایی چیزی نیست مامان جان، بلند شو، بلند شو بریم استراحت کن، ناصر که تلفن کنه من بیدارت میکنم. بلند شو. سلام، پول خورد نداشتم دیگه، ببخشید. بابا مامان چطورن؟ هنوز به این سر صدا عادت نکردی نه؟ ببین چیز کنید، یه دو تا قرص خواب بخورید راحت بگیریم بخوابین. نه ترس، دو تا ما رو زیر خاک نکنی نمیمیری که. ببین برو قرص خواب بخور راحت بگی بخواب. گوشیرم بده به مامان، ناهید میخواد باش حرف بزن. الو، من هرچی از اون روزا یادم اومد گفتم دیگه. لزومی نداره درباره این روزا باشه، از هرچی دلت میخواد حرف بزن، فقط حرف بزن. من چی بگم؟ تو فقط حرف بزن، هرچی به دردم بخوره من یاد داشت میکنم. چه میدونم آخه، مثلا ناهید مثل من حامله باشه. نه خوب نیست، ولی بازم پیشنهاد بده. وقت تو رو خدا ناصر نمیره ها. درخواست نکن، پیشنهاد بده. خب دارم میام پیشنهاد میدم دیگه. تو اصلا بهم کمک نکردی یا؟ عشب آدمی هستی، این همه برات خاطره تعریف کردم. به خدا اگه معذرت نخواهی دیگه کمکت نمیکنم. معذرت میخوام. ببینم تو اصلا برای چی داری درباره زمستان 66 می‌نویسی؟ ما برای چی تصمیم گرفتیم بچه دارشیم؟ چه ربطی داره؟ سوال نکن، جواب بده. میگم برای چی داری درباره زمستان 66 می‌نویسی؟ چون دلم می‌خواد. خیلی ممنون، قانع کننده بود. چند روز پیش داشتم به بچه‌مون فکر می‌کردم. خب داشتم به این فکر می‌کردم اگه 20 سال بعد بچه‌مون بپرسه چرا منو به دنیا آوردین؟ چه جوابی داریم بهش بدیم؟ بعد یادم اومد دقیقاً تو اون روزای موشکباران 66 با خودم عهد کردم اگه زنده موندم، اگه یه روز ازدواج کردم، تا وقتی یقین نداشته باشم چشم‌انداز روشنی وجود داره، نباید یه نفر دیگه با آدمای دنیا اضافه کنم. تو فقط برای همین داری چیز می‌نویسی؟ اینقدر خودتو اذیت می‌کنی؟ خیلی بی‌ربطه. اصلاً بی‌ربط نیست. من هنوزم وضعیت روی زمستان 66 رو حس میکنم.
میخوای چیزی بهم بگی؟ نه. منظورم نمیرسه. بله خب شما زورت فقط به من میرسه. کاش اینطور بود. کجا بذارم؟ بذارش تو اون اتاق. کجا بود؟ همونجا کنار وسایل ناصر. علی یه چیزی بگم بهم نمیخندی؟ نه. یه جمله قشنگ بهم بگو. پیش از اومدن توی یکی از کارتونا نامه‌ای رو پیدا کردم که تو قبل از ازدواج برام نوشته بودی. اصلا باورم نمیشه اونا نامه‌ای توه. اون وقتا بلد بودی حرفای قشنگ برام بنویسی و من اصلا یادم نبود. مخصوصا نامه‌ای رو که دوره سربازی برام نوشتی. مطمئنم خودت هم باورت نمیشه که نوشته ای توه. نوشتی وقتی از هم خداحافظی کردیم و من از تو دور شدم گریت گرفت. اون وقتا بلد بودی گریه کنی، بلد بودی حرفای قشنگ بزنی. چرا میخندی؟ خوشحالم که دارم میبینم اون روز به حرفام گوش میدادی. ممنون. فکر میکردم فقط داری نگاه میکنی، حواست مثل همیشه جای دیگه است. مثل همیشه تو بیشتر وقتی من حرف میزنم حواست اصلا به من نیست. نوشتی وقتی از هم خدافظی کردیم و من از تو دور شدم گریت گرفت. اون وقتا بلد بودی گریه کنی، بلد بودی حرفای قشنگ بزنی. تو خیلی عوض شدی علی. مثلا بهت بر نخورا، تو تازگی ها هیچ وقت به خاطر کاری که برات انجام میدم ازم تشکر نمی کنی. میتونی بگی دست درد نکنه. این جمله قشنگیه. اولا بلد بودی بگی. تو گوشت با منه؟ اصلا شنیدی چی گفتم؟ یعنی که مثل همیشه حواست یه جای دیگه است؟ شنیدم. من اصلا چی گفتم؟ میخوای از این به بعد جمله‌های قشنگ بهت بگم دیگه؟ داری مسخره‌م میکنی؟ مسخره چی؟ حرفی که خودت همی الان زدی؟ بدتر از مرگ اینه که آدم زیر آوار زنده بمونه و تا آخر عمر معلول و معیوب زندگی کنه. تو نمیترسی؟ نه. یعنی میخوای بگی اصلا نمیترسی؟
نه یه فکر بر این علی بکن، خیلی یه جوریه. تو نمیترسیدی؟ خیلی میترسیدم، ولی خجالت میکشیدم کسی بفهمه میترسم. سعی میکردم خودم رو دلداری بدم، با خودم میگفتم مرگ حقه، همه ی آدم ها یه روز میمیرن، منم اگه قرار باشه بمیرم میمیرم، حالا هر جا که باشم. اما بعد با خودم میگفتم آخه اینجور علکی مردن، اینجور اتفاقی مردن؟ زیر لب میگفتم خدایا من هنوز زندگی نکردم، من هنوز اونطور که میخوام زندگی نکردم. فکر میکردم اگه بمیرم نبودنم اصلا توی دنیا حس نمیشه، انگار که اصلا وجود نداشتم. حس میکردم وجودم اصلا ضروری نیست، برای همین از دست خودم خیلی عصبانی بودم. یعنی میخوای بگی اصلا نمیترسی؟ نه، علی خواهش میکنم سیگار نکش. دلم خیلی شور ناصر رو میزنه، میترسم زبونم لال بلایی سرش اومده باشه. ساعت چنده؟ 9:25. تو منو سرزنش میکنی که ترسمو نشون میدم؟ نه. آره، تو منو سرزنش میکنی، از نگات پیداست من تو رو خوب میشناسم علی، لازم نیست بهم دروغ بگی. وقتی ملاحظه ای منو میکنی و بهم دروغ میگی خیلی از دستت عصبانی میشم. ناهید، ناصر که تلفن کرد بپرس ببین کجاست، بریم دنبالش، برش داریم بریم بیرون شهر. گفتی ساعت چنده؟ 9:25. ناصر. چه مامان؟ ناصر نیومده؟ نه، تلفنم نکرده. چرا مامان جان، تلفن کرد، من دلم نیومد از خواب بیدارت کنم. مگه نه علی؟ بله، تلفن کرد. من به ناهید گفتم بیدارتون کنه، گفت بهتر استراحت کنی. گفت میاد خونه. ناهید، من میترسم نکنه خوابم تعبیر شه مادر. مامان جان باور کن ناصر تلفن کرد. بیا، اینم ناصر. ببخشید. سلام. سلام. ببخشید، ما همسایه طبقه پایینتونیم، اجازه میدیم بیایم تو؟ خواهش میکنم. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. سوی جان بیا تو. سلام، حال شما خوب هستی؟ خیلی ممنون. بفرمایید. ببخشید، مثل اینکه بعد موقع مزاحمتون شدیم. نه من ناصر، یعنی برادرم هنوز نیومده، اینه که مادرم یه خورده نگرانش. بفرمایید، خواهش میکنم. مبارک باشه. خیلی ممنون. هرچی منتظر شوهرم بودم نیومد. تا یه ساعت پیش باید میومد تو خونه منتظرش بودیم. نمیدونم تا یه ساعت پیش باید میومد دیگه، اصلا نمیشد تو خونه منتظرش بود. کاش یه یادداشت برای شوهرتون مینوشتید که اینجایی. بله بله، یه کاغذ چسبوندم رو در خونم. من پروانه هستم، این آقام سهیل برادر شوهرمه. ببخشید خانم، دستشویتون کجاست؟ ایشون میخواد تشریف ببرن؟ بله، راهنماییشون میکنم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنید. خواهش میکنم. بدش ماساژ.
دستتون درد نکنه. وای چرا زحمت کشیدین. ممنون. خواهش. اگه صدای این خروس شما رو اذیت کرده خیلی باید ببخشید. سهیل فقط دو سه روز اینجا، بعد میره خونه خودشون. فقط دلش به این خروس خوشه. شوهرم میگه سهیل از بچگیش خروس داشته، هر وقت خروسش مرده یکی دیگه واسش خریده. آخه قبل شما یه زن و شوهر دانشجو اینجا زندگی میکردن، یه پسر بچه هم داشتن، عاشق این خروس سهیل بود. بچه اینقدر شیطون بود، هر وقت سهیل میومد خونمون در خونمون رو میزد میخواست بیاد تو. ببخشید من میتونم یه زنگ به محل کار شوهرم بزنم؟ بله حتما. ممنون. تلفنتون وصله؟ بله بله. خواهش میکنم بفرمایید. دستتون درد نکنه. ببخشید تلفن ما قطعه. شرمنده. کسی گوشی رو بر نمیداره. محل کار شوهرتون کجاست؟ کریم خان شما میدونین کجا بمب خورده؟ نه. الو چرا زنگ نمیزنی یه خبر از خودت بدی؟ آره فقط خیلی نگرانت بودیم، گوشی ماما میخواد با تو حرف بزنه. الو پروانه جان. سلام عزیزم، حالا همه تون خوبه دیگه؟ بیاین اینجا پلوی هم باشیم. به محل کارش زنگ زدی؟ شاید تو راهه. بوم نیست که، دارن از عراق موشک میزنن. یکیش همین نزدیکی های ما خورده، شیشه های خونه خورد شده. الو شما چرا نمیریم پایین تو انباری؟ اصلا ما فکر کنم اون طرف های پناهگاه باشه. خب نگران تو بودیم نرفتیم، میترسیدیم زنگ بزنیم گوشی رو بر نداریم نگران شی. خب حالا که زنگ زدم پاشون بریم یه پناهگاه. من خیلی میترسم پروانه، یه موشک خورده به یه خونه که توش جشن تولد بود، یه عالمه بچه تو خونه بودن. بابا مامانای بچه اومده الان رو خرابه نشستن زار میزنن. بله باشه، فقط تو رو خدا هی زنگ بزن از حال خودت خبر میشه. باشه اصلا تلفن اونجا رو بده ما زنگ بزنیم. آره بگو. 806 خب 122 دیگه. باشه باشه. تو هم همینطور. خدافظ. مامانم اینا جمالزاده شمالی میشنن. خواهرم بود. میگفت یه موشک خورده اون طرفا. یه خونه تولد گرفته بودن. پر بچه بوده. میگه الان مادر پدر بچه ها تو خرابه ها دنبال جسد بچه هاش. ناهید. جانم ناصر که اون طرف ها نبوده؟ نه مامان جان. پس بگو چرا آجیر نمی کشن؟ دارن از خود عراق موشک می دازن. خانم من این موشک آخری رو دیدم، من نمی دونستم موشک، فکر کردم بمبه. پشتش آتیش بود، از باکش جدا شد رفت پایین. خانم این شهر دیگه امنیت نداره، دیگه هیچ امنیت نداره. زمان بمبارون لااقل دلمون به این خوش بود که یه آجیری می کشن. فرصت داریم یه خاکی به سرمون کنیم. الان که دیگه از آجیر هم خبری نیست. این شهرم که ماشاءالله یه ذره دو ذره نیست. اون پدر سوخته موشک و بدون نشونه گیری هم که پرت کنن حتما به جای این شهر میخوره. هر کی با ننش قهر کرده از شهرش پاشده اومده اینجا. خانم من از این شهر نفرت دارم. من نمیدونم تو این شهر چیه که همه را میافتن میان اینجا.
به خدا من همش به شوهرم میگم بیا از اینجا بریم. حتما لازم نیست موشک پرت کنن تا آدم مرگ رو حس کنه. همین که داریم تو این هوای کثیف نفس میکشیم خودش قدم به قدم نزدیک شدن به مرگ. نه این چیز شده، اساس کشی خراب شده. بله؟ با ایشون بودم، گفتم که تلویزیونمون تو اساس کشی خراب شده. بله، سهیل اخبار رو خیلی دوست داره، الان خیلی خوب میدونه تو دنیا چه خبره. سیروس اومده؟ سیروس اومده سهیل جا؟ داداشته؟ سیروس سهیل؟ سیروس اومده؟ داداشت اومده؟ خانم، من بارها و بارها به شوهرم گفتم بیا بریم شما. اصلا بریم ورامین، ما ورامین باغ داریم. فقط از این شهر کثیف بریم بیرون. اینجا بی خود و بیجا داریم کلی کرای خونه میدیم، همه چی هم گرونه. هوا هم کثیف، هوا هم کثیف. آره. دیگه من کوتا نمیام. ما این خونه رو تا آخر اردیبهشت کرایه کردیم. به خدا اگه بذارم دیگه تو این شهر خونه اجاره کنه. فقط بعد از این شهر بریم. اصلا بعد بریم شما. حیف نیست هوای شمال، هوای تمیز، همه جا سرسبز، اصلا آدم روحش تازه میشه. حالا که اوضاع اینجوری شده دیگه هیچ حرفی قانعم نمیکنه. فقط بعد از این شهر بریم بیرون. به خدا دیگه ما اینجا امنیت نداریم. من نمیدونم، ممکنه بمیریم. جونمون از سر را پیدا نکردیم که شاید عراق دلش بخواد بیاد اینجا رو با خاک یکسان کنه. تکلیف ما چی میشه؟ میگم پاشیم همگی بریم پایین تو شفاشخونه ها. نه نه، من اونجا بوشیدم، جای کثیفیه. به خاطر این بچه میگم. نمیدونم، شاید فقط راهش اینه که سهیل جان تو ما خیلی سیگار کشیدی دیگه، بسه، سیگار تو خاموش کن. ممنونم، خاموشش کن سهیل جان. تو همین چند ساعت یه پاکت سیگار خودش رو تموم کرده. خاموشش کن، خاموشش کن سهیل جان، خاموشش کن، خاموشش کن سهیل. سهیل یه صدای شنیدم. ببین سیروسه، ببین سیروس اومده. داداشته؟ سوهی سیروسه؟ سیروس اومده؟ خانم روش فقط اینه که از اینجا بریم. اصلا شما رو به قرآن با وضعی که من دارم اینجا موندن کار اشتباهی نیست. اصلا به خاطر بچه هم که شده ما بعد از اینجا بریم. نه سوهی جان جاش نیست. به خدا من خودم توی کتاب خوندم بچه از همین الان که تو شکم مادرشه گریه کردن رو شروع میکنه. شاید میترسه. به خدا خودم خوندم، میخنده، میترسه، گریه میکنه. من خیلی نگران این بچه‌مم. من اصلا الان نمیدونم، من نمیفهمم که چیکار داره میکنه. اگه بفهمم کاری از دستم بر نمیاد. چقدر بهش گفتم من هنوز صلاحیت ندارم بچه داشتم. بهش گفتم من الان نمیتونم، من آمادگیشو ندارم. خب بیا اینم بچه. مثلا نمیدونم چی کار باید کرد. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که وقتی اومد بهش بگم همین امشب بعد از اینجا بریم. بخواه بچه که تو همچین موقعیتی بخواد به دنیا بیاد مگه ممکنه سالم باشه؟ اگه من تو شرایط بدی باشم خب شخصیت بچه هم اثر میذاره دیگه، نه؟ وای من فقط باید به اعصاب خودم مسلط باشم، فقط باید آروم باشم، فقط باید آروم باشم. آره روش فقط اینه که به خدا از اینجا بریم. همین که اومد اصلا بهش میگم بیا بریم ورامین. 9:25 شما ماما بیاییم بریم ورامین. به خدا اینجا موندن کار اشتباهیه. اصلا پاشین همین الان همه اینا رو با هم جمع میکنیم، کمک میکنیم. سیروس که اومد همون با هم میریم ورامین. آخه شما بفرمایید بشین، شما که نباید کار. نه نه چرا، اصلا من دوست دارم الان یه کاری بکنم. به خدا توی موقعیت آدم باید یه کاری بکنه که سرش گرم شه. نه سوی جوازه برای یه وقت دیگه، فقط به من بگی من چی کار کنم. خب من این وسایل رو باید بذاریم تو آشپزخونه دیگه. Thank you.
کمی بعد، مثلا 20 دقیقه بعد همه اینا میمیرن. اینا میمیرن؟ آره. اصلا پایان خوبی نیست. خیلی ها مردن. ولی تو زنده موندی. خیلی ها زنده موندن. ناصر زنده میمونه. به خونه نزدیک میشه. دیگه خونه که نیست. به خرابه‌ای که تا کمی پیشتر خونه بود نزدیک میشه. بغض راه گلوشو میبنده. متوجه خروسی میشه که رو خرابی ایستاده بهش زل زده. اون وقت هم اونجا خم میشه گریه میکنه. آره، توی کوچه جلوی خرابه گریه میکنه. این تنها کاریه که میکنه.